چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. سرم به دنیی و عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد، کجایی ای مطرب؟ بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. از آن به دیر مغانم عزیز می دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ما. چه ساز بود که در پرده می زد آن مطرب، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. خطبه امام سجاد علیه السلام در مسجد شام، قسمت دوم. مسجد شام هرگز چنین روزی رو به خود ندیده بود. مسجد لبریز از جمعیت بود و همه مات و مبهوت به مردی نگاه می کردند که بر فراز منبر طوفانی به پا کرده بود که می رفت تا گردبادهای سهمگین آن تومار حکومت یزید رو در هم بپیچد. پس از آن که امام سجاد علیه السلام در فراز اول خطبه به موعظه مردم پرداخت و اونها رو متوجه مرد کرد و از عذاب الهی زنهار داد، شروع کرد به معرفی خود و فرمود: ایها الناس اعطینا ستم و فضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا التيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا سبطة هذه الأمة و منا مهدی و هازه الامه. ای مردم، بدانید که خداوند به ما اهل بیت 6 چیز ارزانی داشته و به واسطه 7 فضیلت بر مردمان برتری داریم. خداوند به ما دانش و بردباری و سخاوت و سخنوری و شجاعت عطا فرموده و محبت ما را در دل مؤمنین قرار داده است و ما را بر دیگران برتری بخشیده، چرا که پیامبرش محمد مختار از ماست، حمزه سید الشهدا و جعفر طیار و شیر خدا و رسولش علی ابن ابی طالب از ماست و سرور زنان فاطمه زهرا از ماست و حسن و حسین دو سبط این امت از ما هستند و ما بر دیگران برتری داریم، چرا که مهدی این امت از ماست. ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی. ای مردم، هر کس مرا می شناسد می داند که کیستم، اما هر کس نمی شناسدم اینک حسب و نسب خود را بازگو خواهم کرد. ایها الناس انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن به اطراف الردا، انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا، انا ابن خیر من انتعل و احتفا، انا ابن خیر من طاف و سعا، انا ابن خیر من حج و لبا، انا ابن من حمل علی البراق فی الهوا،
انا ابن من اسری بهی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى انا ابن من بلغ بهی جبرائیل الى سدره المنتهى انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا انا ابن من صلى بملائکه السماء مثنا انا ابن من اوحى الیه الجلیل ما اوحى انا ابن محمد المصطفى ای مردم بدانید که من فرزند مکه و منایم من پور زمزم و صفایم من زاده کسی هستم که با ردای خود حجرالاسود را حمل نمود و در جای خود نصب فرمود من فرزند آن بهترین بنده خدا هستم که جامه بر تن کرده است من فرزند آن برترین انسانی هستم که نعلین به پا کرده است یا با پای برهنه گام برداشته است من فرزند بهترین کسی هستم که سعی و طواف کرده است من فرزند برترین مردی هستم که حج گزارده و لبیک بر زبان آورده است من فرزند کسی هستم که به معراج رفته و از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا را پیموده است من فرزند کسی هستم که جبرئیل او را تا سدره المنتهى همراهی کرده است من فرزند کسی هستم که در شب معراج به اندازه فاصله دو سر کمان بلکه کمتر به پروردگارش نزدیک شد من فرزند کسی هستم که فرشتگان آسمان دو بار با او نماز گزارده اند من فرزند همان کسی هستم که از سوی خداوند جلیل بر او وحی نازل شد ای مردم من فرزند محمد مصطفی هستم امام سجاد علیه السلام پس از آن که نسبت‌های خود به پیامبر را بیان فرمود شروع کرد به شمردن نسبت‌های خود به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در این بخش به گونه‌ای حماسی و بی‌نظیر صفاتی از علی علیه السلام را برشمرد که در کلام هیچ یک از معصومین به این شکل دیده نمی‌شود حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام از فراز منبر شام که دیرگاهی در زمان معاویه از آن منبر به علی علیه السلام سب و لعن می کردند و مردم رو بر علیه حضرت او برای جنگ بسیج می نمودند بانگ برداشت و گفت ایها الناس انا ابن علی المرتضی انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین و طعن برمحین و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و قاتل ببدر و هنین و لم یکفر بالله طرفة عین ای مردم من فرزند علی مرتضی هستم من زاده کسی هستم که چنان تیغ در میان کافران و منکران گذاشت که عاقبت آنان کلمه توحید بر زبان جاری کردند و بانگ برآوردند لا اله الا الله من فرزند کسی هستم که پیش روی رسول خدا با دو شمشیر می جنگید و با دو نیزه مساف می کرد همون که دو بار هجرت کرد و دو نوبت با رسول خدا بیعت نمود من فرزند سردار بدر و حنینم همان بزرگواری که در تمام عمر به اندازه چشم بر هم زدنی به خداوند کافر نشد و ناسپاسی او نکرد ایها الناس انا ابن صالح المؤمنین و وارث النبیین و قامع الملحدین و یعصوب المسلمین و نور المجاهدین و تاج البکائین و زین العابدین و اسبر الصابرین و افضل القائمین من آل طه و یاسین رسول رب العالمین ای مردم
من فرزند بهترین مؤمنان و میراث دار پیامبران و نابود کننده ملحدان و امیر و سردار مسلمانان و نور چشم مجاهدانم. من فرزند کسی هستم که تاج سر و سرور کسانی بود که از خوف خدا اشک می ریختند. من فرزند کسی هستم که آراستگی عابدان به او بود. من فرزند بردبارترین صابران و بهترین قیام کنندگان از خاندان طه و یاسینم، همو که پیام‌آور پروردگار جهانیان بود. ها علیون بشر کیف بشر، ها علیون بشر کیف بشر، ربه فی تجلا و زهر بود در محفل ارباب نظر، نقل شیرین تری از نقل شکر، میشه مردن یکایک جوهر، مدحت صاحب شمشیر دوزد، که بشر می شود این گونه مگر، که بشر می شود این گونه مگر، ها علیون بشر و طیف بشر. و این گونه امام سجاد علیه السلام بالای منبر شام و در حضور یزید و عمال بنی امیه با جملاتی شکوهمند و پرهیمنه وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام رو مدح می گفت، به گونه ای که تا آن روز کسی این گونه علی مرتضی را معرفی نکرده. قال رسول الله انا الشمس و علی القمر، شب غمها فقط با علی میشه سر، ماه من علیه تنها تکیه گاه من علی، ماه من علیه بخشش گناه من علی، ماه من علیه روشنای راه من علی، نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا رسد. یا غایت آمال العارفین، عشق منو ببین علی، نعم الامیر اغن کل فقیر، دست منو بگیر علی، دست منو بگیر علی، علی ماه من علیه تنها چشیه گاه من علی، ماه من علیه بخشش گناه من علی، ماه من علیه روشنای راه من علی. تنها امام حی و امام تنها مانده از یاور در شام بلا و مصیبت حیدروار خطبه میخواند و از شهامت جدش امیر مؤمنان علی علیه السلام سخن میگوید. تنها امام حی و امام تنها مانده از یاور در شام بلا و مصیبت از آن روز روشن ظهور فرزندش مهدی علیه السلام آن انتقام گیرنده سخن میگوید، سخن میگوید و با کلام معجزش فرو میپاشد بنیانهای کفر و شرک کاخ یزید را. و یک روز یک نفر عین علی میرسد از راه و با اعجاز مسیحاییش زنده میکند روح ایمان را در کالبد جهان. بیا مهدی شب هجران سهر کن